بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی امام حسین علیه السلام بحث ما درباره صحابه راستین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است در جلسه گذشته به عرض اون کسی که در رده اول از صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و برترین صحابه پیامبر اون حضرت به شمار آمده است وجود مقدس مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام هست زیرا که تمام ویژگی هایی که خداوند متعال در قرآن کریم راجع به صحابه راستین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده در وجود مقدس اون حضرت جمع می باشد غیر از آیات فراوانی که در باری اون حضرت هست و احادیث بسیاری که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در بیان جایگاه اون حضرت آمده است اشاره کنم دنبالی بحثمون در جلسه گذشته راجع به این آیه کریمه بود که خداوند راجع به همراهان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید والذین معه و علی الکفار رحماء بینهم کسانی که یاران نزدیک و همراهان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند و آنان میباشند که نسبت به کفار شدت عمل دارند کسی مانند امیرالمومنین علی علیه السلام با کفار برخورد نداشته است که میبینیم در جنگ های پیامبر به استثنای غزوه تبوک سایر غزوات رسول الله در همه اونها امیر علی علیه السلام شرکت داشتند و شرکت فعال داشتند و در این جنگ ها فتح و پیروزی به دست اون حضرت انجام گردید نقطه مقابل کسانی که اینها در جنگ ها فرار می کردن مانند ابوبکر و عمر و عثمان و افراد دیگری که اینها در جنگ احد در جنگ و حنین در بعضی از جنگ های دیگر اینها چگونه پیغمبر را تنها گذاشتند و از میدان جنگ فرار کردند اما امیر علی علیه السلام همچنان در تمامی غزوات و مواقف ثابت قدم بوده است روحما و بینهم کسانی که در بین خودشون مهربان هستند مهربانی امیر المؤمنین علی علیه السلام معلوم و واضح است که چگونه حضرت نسبت به مسلمانان رقت داشتند و با اونها با نهایت مهربانی و عطوفت و دلسوزی رفتار میکردند از زمانی که ابتدای کار امیر مؤمنان علی علیه السلام است در حتی غیر میدان جنگ میبینیم چگونه امیرالمؤمنین علی علیه السلام با دیگران با مهربانی رفتار میکنند غذای خودشون را تنها غذای خودشون را به همراه زن و فرزندشون به سائل بخشیدند و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا این مهربانی امیر المؤمنین علی علیه السلام است در ابتدای برنامه های اون حضرت و در زمانی که در مدینه منوره امیر مؤمنان علی علیه السلام زندگی خانوادگی خود را آغاز کرده اند و دارای همسری مانند حضرت زهرا سلام علیها و فرزندانی همچون امام حسن و امام حسین علیه السلام هستند این گونه حضرت با مهربانی رفتار می کنند یا انگشتر خودشون را حضرت در نماز به سائل بخشیدند و سایر مهربانی هایی که حضرت در مورد مسلمانان داشتند حتی نسبت به دشمن خودشون و دشمنان خودشون امیر علی علیه السلام با عفو و گذشت و بزرگواری رفتار می کردن بر خلاف اون کسانی که عنوان صحابه را یدک میکشند که چگونه نسبت به مسلمان ها خشونت داشتند ابوبکر یک نفر را در بقی زنده زنده به آتش می سوزاند به جرم اینکه این شخص راهزنی کرده است مثلا که در موقع مرگش گریه می کرد می گفت ای کاش من سه کار را انجام نمی دادم یکی ای کاش من به خانه حضرت فاطمه زهرا سلام علیها دستور نمی دادم یورش ببرند ولو اینکه در خانه را برای جنگیدن با من قفل می کردن و می بستن. و یکی دیگر از اموری که برای آن گریه می کرد که ای کاش انجام نداده بودم این بود که ای کاش من فجاعه را زنده زنده نمی سوزندم که سوزندن این نشان دهنده خشونت هست و قصاوت قلب هست که چون این کاری را دستور داد و بعد بر اثر افکار عمومی پشیمان شد و در موقع مرگش اظهار ناراحتی میکرد سوم اکاش من رئیس نمی شدم و این جایگاه را به ابو عبیده جراح یا عمر می سپردم که باز این هم خطایی از او بوده است و یا اینکه درباره عمر شما ببینید چگونه خشن بوده است که حتی سنی ها درباره عمر نوشتند که تازیانی عمر از شمشیر حجاج رعب انگیزتر بود و وحشت انگیزتر بود حتی یکی از زنهایی که باردار بود تا چشمش به عمر افتاد از حیبت عمر و از اون ترسناک بودن عمر فرزند خودش را سخت کرد بنابراین روحما و بینهم راجع به علی علیه السلام صدق می کند که حتی غذای خود را به قاتل خودش میبخشد به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا تراهم رکعن سجدا اون عبادت های امیر علی علیه السلام رو کدام یک از صحابه پیامبر چونین عبادت هایی داشتن امیر شبها را بیشترش رو به عبادت می پرداختن به نماز و قراءت قرآن حضرت مشغول بودن همون طوری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر شب را به عبادت می پرداختن لذا درباره امیر علی علیه السلام تعبیر تاج البکائین آمده است و زین العابدین اول کسی که به این لقب ملقب شده است مولای متقیان علی علیه السلام بوده است پس تراهم رو که ان سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا عبادت امیر علی علیه السلام اون چنان خالصانه بود که خداوند در قرآن آیه نازل کرد که انما ولیكم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یعتون از زکات و هم را که اون تنها ولی شما خداست و رسول او و کسانی که ایمان آورده و نماز را بر پای داشته و در رکوع نمازشون زکات میپردازند که مقصود امیر مؤمنان علی علیه السلام میباشد خب پس این آیه کریمه مصداقش و اول مصداقش امیر المؤمنین علی علیه السلام بوده است مولای متقیان علی علیه السلام دارای مقام علمی هم بودند در کنار عبادت در کنار جهاد در راه خدا و جانفشانی و فداکاری علم بیکران امیر المؤمنین علی علیه السلام است که پیامبر فرمودند من شهر علم هستم و علی دروازه اون شهر هست گذشته از این فضائل و ویژگی هایی که در مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام جمع هست اون ارتباط و اتصال به رسول الله صلی الله علیه و آله و را احدی از صحابه نداشتند که پیامبر درباره اون حضرت فرمود انت اخی فی الدنیا و الاخره تو در دنیا و آخرت برادر منی و جانشین من هستی و تو هستی که قرض مرا ادا می کنی و انت تقضی دینی و تنجز و اداتی سایر سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره امیر مؤمنان فراوان هست که نمی توان در یک جلسه و جلسه اینها را به طور کامل بیان نمود گوشه هایی رو بنده اشاره کردم از سیره آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که از زاویه عنوان صحابی بودن امیرالمومنین علی علیه السلام توجه داشته باشیم که اولین شخصیتی که در عنوان صحابی بودن اون حضرت همگان اذعان و اعتراف دارند و پذیرفتن که اون حضرت برترین صحابه است از سنی و شیعه وجود مقدس مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام است امیدواریم خداوند ما را در دنیا و آخرت بر ولایت اون حضرت ثابت قدم بدارد انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته